میگم میگه این وزیر خارجه مزخرف گفته، اون دکتر بی خود نوشته، میگه که عباس میرزا بعد از اون شکست. نگفتم مزخرف گفته، اجازه بی خود گفته، اجازه نمیدم. گفتم اگر یه نفر اومده بود مت رضا شاه رو گفته بود میآوردی یه خطشو بخونی؟ بله. نه دروغ میگی. نه نمیآوردی، نمیآوردی. آره دروغ میگی، داری دو... برای که هر چی اومده کلام علیه رضا شاه داشته باشی. آره دروغ میگی، دروغگو هستی، تو دروغگو هستی. جدیدی شد. شما دارید الان مردم میخواد بدونید، بگید عجب شجاعتی، عجب عظمتی. من نمیگم حالا اشتباهات که کردی، این همه فساد کرده رضا شاه، فساد نکرده. نگفتم فساد آقا جان. کی من گفت من کلمه فساد رو بر زبون آوردم؟ نه، من دارم نه، میگم نه. سیستم دیکتاتوری. شما فقط منصفانه تو رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در مورد رضا شاه حرف میزنید. شما ببین آقای زیبا کلام، شما این حرف رو یه دفعه تو رادیو به من زدید. عزیز دلم، ما روایتگر تاریخی. یکی ممکنه بگه آقا الانم هست، الانم خب دزدی است، الان فساد است. میگم من روایت دارم میکنم، شما عبرت بگیرید. قطعی اول میگم با مجمن اختلاف دارم با ایشون، با این نه قطعی اول بگو رضا شاه بوده، قطعی دوم بگو رضا شاه بوده. شما اشتباه میکنید، شما اشتباه، شما یک ساعت الان داشتی صحبت میکردی، اونم رضا شاه کرده، قطعی دوم رضا شاه کرده. ای مردم من دارم برای تاریخ قضاوت میکنم، به راه انداخت. من دارم تاریخو میگم آقای زلزله کرمانشاه رو رضا شاه به راه انداخت. بفرمایید. ببین دیدی گفتم پوپولیس داره از آقای کاظمی دارم قضیه کتاب وزیر خارجه مملکت دارم میخونم، اونم وزیر خارجی که رضا شاه چشم رضا شاه بوده. تمام جزئیات اگر یه کتابی باشه که متن رضا شاه باشه، مردش هستی بیا اینجا بخونی؟ بله بله. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، چرا به علی دروغ میگی عزیزم؟ نه ببین، شما پوپولیستی، نه شما پوپولیست هستی، شما الان دارید پوپولیستی برای اینکه توجه عزیزم. نه شما پوپولیست هستی. آقای صادق زیبا کلام هیچ وقت نظامی نبوده. من خدمت نظام رفتم، پدرم سرهنگ بوده، دکتر بوده، در درجه سرگردی 5 بار زندانی شوروی بوده. مردم یه دی که نمیدونن، این نسل جوانه. ببینید من دارم میگم ما نمیخوایم دوره اشغال ایران تجدید بشه. کسانی داری نقل قول میکنی که چی؟ وزیر خارجه نقل قولش بده؟ که چی؟ وزیر خارجه عرض کردم اگر اون خوب نوشته بود شما حاضر بودی کتابی که درست نوشته کرده میگه نخوندی، نکنه دوشار گوش نوشته خوبی های رضا شاه داره یک ساعت تعریف میکنه. شما باید منصفانه داوری بکنی. من منصفانه داوری میکنم. خاطرات هیو نچین بول هیکسون خوندی؟ بعد میخوای درباره رضا شاه کتاب بنویسی؟ آره میخوام درباره رضا شاه کتاب خوندی؟ شما کتاب سپیددم در آبادان خوندی؟ آقا منم مثل تو هم، منم مثل تو کتاب بنویسم. به هیچ وجه نیستی. شما چقدر حقوق میگیرید در ما؟ نیستی. شما چقدر حقوق میگیرید؟ حقوق استادیتون چقدره؟ من 100 میلیون تومان. من ببینید چی می‌خواستی بگم؟ می‌خواستم اینو بخونم. میگن که ایشونو اینکه یه دکتر نوشته. یه دکتر عزیزم، یه دکتر گوش بده قربونت. اگه اون دکتر به نفع رضا شاه نوشته بود میگم. آقا به رضا شاه ننوشته، بعضی به داشتی ننوشته. یا ابوالفضل مدت جمله آخرش هم بخون که همه اینا رو رضا شاه کرده. اونم بخون. ببینید نه دیگه، شما یه بحث جدی رو داری می‌خونی. شما دارید بحث، شما یه بحث جدی رو دارین تبدیل به شوخی و اجازه نمی‌کنم. دروغ از این بزرگتر نمیشه، خیانت از این بزرگتر به تاریخ نمیشه که شما بگید که شهریور 20 که انگلیس ها حمله کردن به واسطه سیاست های رضا شاه بوده و در جریان ملی شدن نفت اگر انگلیس ها به ایران حمله نکردن به واسطه سیاست های مصدق بوده. یعنی دروغ از این مثل این چراغایی که روشنه بزرگترین ها نمیشه. آقای زیبا کلام، نزاکت رو رعایت کنید. ما اینجا تلویزیونه، با شما هم صحبت کردم. اگر نزاکت رو رعایت نکنید، منم متاسفانه ناچارم دهانم رو باز کنم. شما به من 2 کلمه اطلاق کردید، یکی خائن، یکی دروغگو. هر دوتا به خود شما برمیگرده. شما دروغ، شما دارید دروغ میگید. شما دارید دروغ میگید. انگلیسا به ایران حمله نکردن به خاطر مصدق. هزار قسم میخورم من مصدقی نیستم. من تو تاریخ با هیچ کس شوخی ندارم. فکر نکنید من اینجا نشستم از این تریبون دارم استفاده میکنم. اینکه میفرمایید کلمه شما دروغ میگویید، این یه توهینه و من این توهین به شما برمیگردونم. نمیگم شما دروغ میگید. من میگم شما پیاده اید تو تاریخ. شما تو تاریخ اطلاعاتت کمه. اون مسئله تاریخ، شما وقتی صحبت میکنید کلماتی مثل شما دروغ میگید، ملت ایران شما رو به رجل، اینا همه به من نمیچسبه. شما میگید من صحبت نکنم که امثال شما برن تاریخ بگن. نه، وظیفه ما روشن کردن. ما اگر دانشگاهی هستیم، اگر فرهنگی هستیم، باید به این مردم بگیم، مردم عزیزی که تاریخ رو دوست دارن.